تأکید کردیم که تمام واحدهای اقامتی تحت پوشش ما که دارای مجوز رسمی با عنوان هتل، موتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، خانه مسافر و اقامتگاه بومگردی هستند، حداقل یک بار بازدید بشه و در روزهای انتهایی ماه اسفند هم مجدداً بابت رفع نواقصی که بعد انجام می‌شده مجدداً کنترل بشن که رزرو واحد رسمی ما شروع شده، این واحدها پروانه بهره‌وری رسمی دارن، نرخنامه براشون صادر شد و موضوع مهمتر بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا هست که این رو هم ما الان تمام لیست این واحدها رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم، تعداد دوز واکسن‌هایی که زده شده رو حتما می‌خوایم و با هماهنگی که انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تمام افراد واجد شرط که الان بعد دوز بعدی واکسنشون رو بزنن این پیشبینی ها انجام شده. اونم تأکید شده که خانه مسافر واجد شرط هم شرط براشون تسهیل بشه که بتونن مجوزهای لازم رو بگیرن، چون اونها محل از ما پروانه بهره برده دارن و نرخ براشون صادر شده و این مسئله است. و ما امسال با توجه به بحث پروتکل بهداشتی ویژه کرونا با واحدهای بدون مجوز حتما برخورد خواهیم کرد و از فعالیت این واحدها جلوگیری میکنیم. یه سری هماهنگی ما در قالب کمیته اسکان و رفا در واحد غیر رسمی رو انجام دادیم و البته ظرفیت‌هایی رو هم مدارس و هم شهرداری و هم سپاه دارن که میتونیم در زمانی که لازم باشه فراخوان بدیم و از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم که اگر حالا مسافران به سمتی برن که و تعداد زائران به سمتی بره که لازم باشه از اماکن غیر رسمی استفاده کنیم، این آمادگی لازم وجود داره و البته در قالب همون ستاد اجرایی خدمات سفر که با ریاست استاندار محترم است و دبیریش با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است هماهنگی لازم انجام میدیم، هم در قالب نظارت‌های موردی و هم در قالب نظارت تلفیقی سعی کردیم که انشالله مشکلات رو به حداقل برسونیم. من فکر میکنم بعد از بیمارستان ها شاید واحد اقامتی ما بیشترین رعایت رو داشتن و این توفیق بوده برای ما و امیدواریم که در ادامه هم بتونیم با رعایت پروتکل ها زمینه رو فراهم کنیم که نهایتا رضایت حضرت رضا و رضایتمندی زائران ایشون هست.